امیر تتلو متولد 30 شهریور 1366 در تهران با اصالتی آذری متولد شد. امیر تتلو در یک خانواده 5 نفره در محله مجیدیه تهران به دنیا آمد. مدتی به خاطر شغل پدرش در رشت زندگی کرد، اما به علت وضعیت مالی خانواده از نوجوانی کارگری کرده بود و 2 خواهر بزرگتر از خودش داشت. امیر تتلو مدتی در کارگاه نجاری و مدتی هم در یک سوپرمارکت شاگردی کرد. تحصیلات امیر تتلو دیپلم ریاضیه. به گفته خودش رفیق باز، لجباز، یه دنده، مهربون، احساساتی، بددهن، غیرتی و در مسائل مالی بیخیال بود. قد او 175 و وزنش هم 75. امیر تتلو علت انتخاب این لقب رو میگه یه اسم ساختگیه و معنی خاصی نداره. قصد اون انتخاب لقب خاصی که تنها مختص خودش باشه بوده. امیر تتلو موسیقی رو با سبک رپ آغاز کرد. تتلو در سال 1382 آغاز به کار کرد و در سال 2012 میلادی امیر تتلو نخستین آلبومش رو با نام زیر همکف منتشر کرد. امیر تتلو در سال 1383 با حسین توهی گروه TNT رو تشکیل داد و بعد از چند کار مشترک از هم جدا شدن و به صورت مستقل فعالیت کردند. او همچنین آلبوم تتلیتی رو در سال 2013 میلادی ارائه کرد که حاوی 15 تا ترک بود. تتلو ترانه منم یکی از اون 11 تان رو در حمایت از تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 در برزیل خوند. این آهنگ تمی غمگین داره و در اون از زمین خاکی، بدبختی و توپ پلاستیکی یاد شده. امیر تتلو اعلام کرد که پس از آهنگ مردمان بی عشق از موسیقی خدافظی میکنه و میخواد فوتبالیست بشه. امیر تتلو در روز 22 مهر ماه 1393 به طور سرزده به تیم پرسپولیس وارد شد و اعلام کرد میخواد جای علی کریمی رو تو تیم بگیره. طبق نوشته‌های مطبوعات در روزهای بعد اعلام شد امیر تتلو در همان روزها توسط حمید درخشان سرمربی تیم پرسپولیس از تیم اخراج شده. خوردبین سرپرست تیم پرسپولیس بیان کرد که محترمانه از امیر تتلو خواسته که برود. بعد از این حواشی امیر تتلو در صفحه فیسبوک خودش اعلام کرد نمیخواهد برای پرسپولیس حاشیه سازی کند و قصد دارد فوتبال را در تیم راه آهن شروع کند. اما چند روز پس از این سخنان امید گلمکانی معاون رسانه باشگاه راه آهن اعلام کرد با توجه به اینکه از ابتدای لیگ 14 بنای باشگاه راه آهن بر مبنای اون قرار گرفته که تمرینات تیم به دور از هر گونه هیاهوی رسانه‌ای برگزار شود تا کادر فنی و بازیکنان تمام تمرکز خودشون رو روی مسائل فنی قرار بدن و مطرح شدن مسائل حاشیه‌ای به ویژه خارج از فوتبال تمرکز تیم رو برهم میزنه. ضمن ادای احترام به اظهار نظرهای مختلف در این زمینه با عرض عذرخواهی از حضور افراد متفرقه در جریان تمرینات تیم راه آهن ممانعت خواهد شد. تتلو در 12 آذر 92 توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران بازداشت شد که پس از 2 روز در 14 آذر آزاد شد. او پس از آزادی با انتشار نامه‌ای از طرفدارانش عذرخواهی کرد. امیر تتلو پس از دستگیری و آزاد شدن در صفحه رسمی فیسبوک خود این اخبار رو منتشر کرد. چند بار نسبت به اشتباهاتش اقرار کرد و در یک پرونده صوتی خبر از پشیمان شدنش داد. چندی بعد اخبار مبنی بر انتشار ندامت نامه ای از او و تلاشش برای کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. تتلو بارها به دروغ یا راست از گرفتن مجوز و برگزاری کنسرت حرف زد، اما زمان مشخص کرد حرفای او کذب بوده. در تیر ماه 97 ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد. اخبار مختلفی از ازدواج امیر تتلو با ملیکا جواهریان معروف به گرگینه منتشر شده که صحت ندارند. تتلو هنوز ازدواج رسمی نداشته و مجرد است. با ما همراه باشید.